ساخت امباپه به الخلیفه، خداحافظ پاریس سن ژرمن، رئال مادرید روی ابرها. کیلیان امباپه در ملاقات با ناصر الخلیفه به وی اطلاع داد که از پی‌اس‌جی جدا خواهد شد. کیلیان امباپه ستاره 28 ساله پی‌اس‌جی درخواست جدایی از این باشگاه را داده است. این خبر است که روز یکشنبه نشریه تایمز منتشر کرد و به صورت نیز در میان رسانه های ورزشی اروپا باستا پیدا کرد. طبق این گزارش اخیراً امباپه با همراه وکلایش با ناصر الخلیفه مدیر پی‌اس‌جی ملاقات داشته و به وی گفته است که فصل 2020-2021 آخرین فصل است که او برای باشگاه بازی خواهد کرد. امباپه تاکید کرده است که قصد تمدید قرارداد ندارد و از الخلیفه خواسته تا تابستان بعد مانع جدایی او نشود و مسیر برای جداییش را هموار کند. امباپه تابستان سال 2017 بود که از موناکو به صورت قرضی با بند خرید 180 میلیون یورو به پی‌اس‌جی پیوست. او در آن مقطع از رئال مادرید نیز پیشنهاد جدی داشت و حتی خبر توافق او با باشگاه مادریدی زودتر منتشر شد، اما در نهایت رئال مادرید حاضر نشد دستمزد 14 میلیون یورو درخواستی او را قبول کند و در نهایت امباپه به پی‌اس‌جی ملحق شد. این اتفاق اما باعث دلسردی رئال مادرید نشد و آنها در یک دو سال گذشته نیز تلاش هایی برای جذب امباپه داشتند، اما در این راه همیشه بر یک اصل معتقد بودند و آن هم مذاکرات شفاف با پی‌اس‌جی بود. رابطه دو باشگاه فوق‌العاده است و سران رئال به همین دلیل مذاکرات پشت پرده و مخفیانه با امباپه نداشتند. با این حال ستاره فرانسوی بارها از علاقه‌اش به رئال و به خصوص زیندون زیدان حرف زده است و گفته می‌شود بین دو طرف توافق شفاهی نیز صورت گرفته است. رئال تابستان امسال هیچ خریدی انجام نداده و تنها به فروش بازیکن و ایجاد توازن مالی فکر می‌کند. آنها در انتظار بهبود اوضاع اقتصادی هستند و امیدوارند شرایط در تابستان سال 2021 برای حمله همه جانبه به امباپه مهیا شود. طبق ادعای تایمز نیز رئال مادرید بیشترین شانس را برای جذب امباپه خواهد داشت، چرا که خود بازیکن پیوستن به باشگاه مادریدی را در اولویت خود قرار داده است. اما سه باشگاه لیورپول، منچستر یونایتد و منچستر سیتی نیز علاقه‌مند به جذب امباپه هستند و با رئال مادرید رقابت سختی خواهند داشت. طبق این گزارش بارسا هم در صورت جدایی مسی در تابستان سال 2021 روی امباپه به عنوان جانشین فوق ستاره آرژانتینی فکر میکند و به این ترتیب تابستان سال 2021 باید شاهد نبرد جانانه برای جذب امباپه باشیم. امباپه اخیراً در یک مصاحبه تایید کرد که یک سال دیگر نیز در پی‌اس‌جی میماند، اما حاضر نشد در مورد تمدید قراردادش صحبت کند. امباپه تنها به این اکتفا کرد که یک سال دیگر میماند و سپس باید ببیند شرایط چگونه خواهد بود. قرارداد او با پی‌اس‌جی تا سال 2022 اعتبار دارد.